همکارم بابک اسحاقی از اورشلیم با ماست. بابک، چه جزئیات دیگه این میدونیم در مورد انتخاب یحیی سنوار به عنوان جانشین اسماعیل هنیه؟ حدود یک ساعت پیش و پس از اعلام اینکه یحیی سنوار مرد همه فن حریف و قدرتمند ترین شخص در حماس هست، سه موشک از سوی حماس به جنوب اسرائیل شلیک شد. این موشک‌ها در هوا در آسمان شهر اشکلون مورد هدف گنبد آهنین قرار گرفت و تلفات و خساراتی به جای نگذاشت. همانطوری که گفتم، تا کنون حماس دو قسمت، دو بخش داشت. یکی بخش خارجی بود که در قطر بود و یکی بخش داخلی که در غزه بود. بخش خارجی را اسماعیل هنیه رهبری میکرد که به اون بخش سیاسی حماس میگفتن و بخش داخلی را یحیی سنوار رهبری میکرد به همراهی محمد دف که پیش از این به دست ارتش اسرائیل کشته شده بود. بسیاری از اختلاف نظرها بین رهبری خارج و داخل وجود داشت. رهبری خارج خواهان یک توافق سریع با اسرائیل بود، در حالی که یحیی سنوار بسیاری از مسائل و تبصره های این گفتگوها و این مذاکرات و این توافق را قبول نکرد و می گفت که باید در ابتدا جنگ به پایان برسه. در کنار اون، در میان کسانی که در خارج هم بودن اختلاف نظر بسیاری وجود داشت. گروهی که طرفدارهای جمهوری اسلامی به حساب میان، مانند خالد مشعل، و کسانی که طرفدار جمهوری اسلامی نیستن مثل خالد مشعل، و کسانی که طرفدارش هستن مانند خلیل علی یحیی و همچنین خود اسماعیل هانیه. و این موضوعی بود که جمهوری اسلامی هم برای اینکه خالد مشعل انتخاب نشه بسیار بر حماس فشار آورده بود، تا اینکه امروز بالاخره مجلس شورای حماس رسما اعلام کرد که یحیی سنوار، فردی که به عنوان رئیس حماس در نوار غزه فعالیت میکنه و مدیر و رهبر و برنامه ریز کشتار 7 اکتبر هست، به عنوان رهبر سیاسی حماس نیز انتخاب میشه. این با این تصمیم و پس از ترور اسماعیل هنیه، رسما همانطوری که گفتم یحیی سنوار به قدرتمندترین مرد سازمان تبدیل میشه و تقریبا حماس هر آنچه که در رابطه با گفتگوهای آتش بس، در رابطه با آینده سازمان حماس، در رابطه با غزه تصمیم گیری میشه را خود یحیی سنوار از این بعد تصمیم گیری میکنه. تصمیم مجلس شورا که تعداد اونها 50 نفر هست، بیانگر اعتمادی هستش که به سنوار و تضمین بازگشت قدرت به نوار غزه است. همکارم بابک اسحاقی از اورشلیم، خیلی متشکرم بابک از توضیحاتت.